در یک نظرسنجی جدید انجام شده در یک نظرسنجی جدید انجام شده توسط بنیاد بین المللی پژوهشی گالوب مشخص شد که مردم افغانستان غمگین ترین مردم جهان و پس از آنها مردم لبنان هستند. در همین حال مؤسسه World Happiness Report در گزارشی مشابه اعلام کرد که ناخشنودی طی یک سال گذشته در سرتاسر جهان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، جهان به طور کلی به مکانی غمگین‌تر، نگران‌تر و پر استرس‌تر تبدیل شده، اما در دو کشور افغانستان و لبنان، مردم بیشتر از هر جای دیگر در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند. این مؤسسه برای پنجمین سال متوالی فنلاند را به عنوان شادترین و افغانستان را به عنوان غمگین‌ترین کشور جهان معرفی کرد. پس از افغانستان و لبنان، عراق، سیرالئون، اردن، ترکیه و بنگلادش کشورهایی هستند که مردم در آنها بیشتر از سایرین احساس غم و اندوه و ناراحتی می کنند. این کشورها در سال 2021 با بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی دست و پنجه نرم کردند. لازم به ذکر است از زمانی که طالبان سال گذشته قدرت را در کابل به دست گرفتند، مزیت مردم نیز وضعیت حقوق بشر به شدت وخیم شده است. از یک سو شیعیان اهل بیت علیهم السلام در مناطق مختلف افغانستان زیر شدیدترین آزار و اذیت قرار دارند و از سوی دیگر دختران و زنان در سراسر این کشور از تحصیل و در بسیاری از اماکن از رفتن سر کار محروم هستند. روزنامه نگاران و خبرنگاران هم جان سالمی از طالبان به در نبردند. در همین راستا گفتگوی دارم با دکتر بتول سید حیدری از ایتالیا. خانم دکتر سلام علیکم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خانم دکتر بفرمایید برای بینندگان اخبار شیعه، در جدیدترین نظرسنجی های صورت گرفته توسط بنیاد بین المللی پژوهشی گالوب مشخص شد که مردم افغانستان غمگین ترین مردم جهان هستند. نظر شما در این باره چیه؟ بفرمایید. این اطلاعاتی رو که اینها رسانه‌ای کردن کاملا اطلاعات بسیار درستی هست. متاسفانه جغرافیای افغانستان همیشه جزء سرزمین‌هایی بوده که دچار ناامنی از لحاظ روانی و از لحاظ جسمانی و از لحاظ شرایط زندگی بوده و با بازگشت طالبان 20 سال تلاش مردم، مخصوصا قشر جوان افغانستان، برای اینکه بتونن یک آینده بسیار روشنی رو برای خودشون رقم بزنن، تمام اینها با بازگشت طالبان ضرب در صفر شد و چیزی که به ناامیدی این مردم بیشتر می‌زنه، مهم نقطه آینده نامعلوم افغانستان هست که نمیدونن که برنامه سرنوشتی در انتظار اینها زیر چتر طالبان رقم میزنه. و نکته دیگه که این مسئله رو بیشتر پررنگتر میکنه، این احساس غم، یأس و ناامیدی نسبت به فردا و زندگی امروز خودشون رو، سازمان ها و ارگان هایی هستش که مرتبط با سازمان ملل و حقوق بشر است. در طی یک سال از بازگشت طالبان، این سازمان ها به هیچ عنوان برای تغییر شرایط مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران، هیچ فعالیت و هیچ کاری نه انجام ندادن جز برگزاری میتینگ ها و جلسات و صحبت ها. دو شاخص بسیار مهم برای اینکه شما بدانید در یک فضا چقدر امنیت روانی وجود داره، شما باید به نوع زندگی و نوع برخورد یک فضا نسبت به کودکان و زنان نگاه کنید. هرگاه در یک جامعه امنیت روانی برای زنان و کودکان آماده و فراهم بود، ما میتونیم روی بالا بودن شاخص شادی و شاخص کم بودن نگاه غم در اینها نگاه بکنیم. ولی متاسفانه در افغانستان مرتب گروه هایی که مورد سرکوب و تحقیر و همچنین هر روز با یک ترفند و یک پلان بیشتر خانه نشینتر میشن و بیشتر وادار به سکوت و قبراندن میشن، گروه زنان ما هستند که در طی یک سال 21 فرمان رو
حاکمیت امارت اسلامی یا همون طالبان برای زنان افغانستان تعبیه کردند. خانم دکتر، حضور طالبان در قدرت را چقدر عامل این وضعیت میدونیم؟ بفرمایید. قطعا عامل اصلی همین گروه طالبان هست. بسیاری ها فکر میکنن که طالبان یک گروهی هست که ایدئولوژی جدید و یک نگاه تازه رو نسبت به افراطیت اینها آوردن و مرتب سربازان طالبان و فرماندهان طالبان رو اینها تحت فشار قرار میدن، در حالی که عامل اصلی تمام بی‌ثباتی و ناآرامی در افغانستان و ناامنی روانی برای زنان و مردم افغانستان فرماندهان و سربازان طالبان نیستند. اون ملاها و مولایی‌های کلان مربوط به همون جامعه اهل تسنن اینها و گروه‌های بسیار افراطی مربوط به همون مذهب حنفی است، کدام مذهبی که خود اینها به اونها باور دارن، چون در قاموس و احکام یک همچین مذهبی این شرایطی که نسبت به تحصیل زنان که بیشتر از سنف 6 نمیتونن ادامه تحصیل بدن یا زنان نمیتونن کار بکنن یا مردان باید ریش داشته باشن اندازه نمیدونم ریش و پاچه شلوار اینها باید این اندازه باشه، اینها جز احکام درچوره در دین اینها همون با حضرت میخوام در مذهبی است که اینها با اون باورمندن و اگر قرار به تغییر باشه او سرباز طالبان و او مردم مردمی که زیر چتر طالبان در حال اجرای دستورات هستن اونا کاری نیستن. اینها را باید مولوی های اینها، ملا امامان اینها بنشینن در راستای تغییر احکام خودشان فکری بکنن و تا زمانی که اونها نخواهند که مستقیما از پاکستان و عربستان اینها دستور میگیرند و مفتی های قطر و عربستان به اینها دستور میده، تا زمانی که اونها نخواهند این مسئله سیاهی ناامیدی و یأس نسبت به آینده افغانستان بر تک تک مردم کشور افغانستان چیره هست. تشکر میکنم خانم دکتر از شما. دکتر بتول سید حیدری از ایتالیا با ما بودند.